سلام های گرم به همه شما بینندگان تلویزیون کانال جدید. کیوان جاوید هستم و این برنامه با مینا احدیه. این هفته هم با مینا خواهیم بود و با یک سری دیگه از فعالیت های مینا احدی. اولین مورد اکسیون نشست و کنفرانسی که داشتن در آلمان در مورد ادغام، در واقع مینا همراه با یک گروه دیگری سخنران در کنفرانسی شرکت کردند که در رابطه با ادغام پناهجویان و شرایطی که پناهجویان از نظر روحی و روانی پیدا میکنند و چطور بشه به اونا کمک کرد در این کنفرانس حرفه‌ای در واقع که متخصصین در واقع دراش بودن، مینا احدی در اونجا بودن، سخنرانی داشتن و اینکه تم سخنرانیش چی بودند و اینا مینا توضیح خواهند داد و بازتاب این کنفرانس رو مینا صحبت خواهند کرد. همچنین روز چهارشنبه موقعی که این برنامه امروز پخش میشه، مینا احدی در یک دادگاهی در یک دادگاه یک پناهجوی آتیست بی خدا شرکت خواهند کرد که تأثیر زیادی در روند پناهندگی در آلمان داشتند، دفاع از آتیست ها و ملاقاتی با یک زن پاکستانی که از پاکستان اومده و آتیست داشتند و همچنین شرکت در یک اکسیون بیاد دریا. تعداد زیادی از پناهجویان در دریا سال گذشته غرق شدن. در این مورد هم مینا با ما خواهند بود و توضیح خواهند داد. بشینیم ببینیم مینا برای ما در این هفته چه داره. مینا خوش اومدید به برنامه ما. خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم حضور شما و بینندگان برنامه. خیلی ممنون. از اکسیون، از کنفرانسی که در شرکت کردید بگید، چطور بود؟ بازتابش چطور بود؟ و شما رو چه تمی صحبت کردید و عکس العمل به سخنرانی شما رو در این جمع لطفا برای ما بگید، بفرمایید. بله، روز یکم و دوم سپتامبر این کنفرانس بود، یعنی جمعه و شنبه همین هفته در شهر دوسلدورف در آلمان. این کنفرانس به دعوت دو تا سازمان مهم آلمانی برگزار شد که سازمان هایی که اساسا در رابطه با آسیب های روحی و روانی کار میکنن، مثلا سازمان هایی که علیه شکنجه تو کشورهای مختلف هستن و همینطور در آلمان سازمانی که به طور تخصصی کمک میکنه به آسیب دیدگان در مثلا بین پناهجویان و پناهندگان. این کنفرانس با استقبال زیادی مواجه شده بود. حدود 25 سخنران که اکثرا خودشون متخصص به اصطلاح روانپزشک و روانشناس بودند و یا اینکه کسانی که کتاب نوشتن توی عرصه‌های به اصطلاح کمک به مردمی که آسیب دیدن، مثلا قربانیان جنگ و غیره، شرکت کرده بودن. من هم جزو سخنرانان این کنفرانس طبعا بودم و اول مثلا روز جمعه چند نفر سخنرانی کردیم و بعد یه پنل بود که به سوالات حاضرین جواب میدادیم. بعد از ظهر هر دو روز گروه های کاری بود، یعنی ما تو اتاق های جدا جدا روی تمای مختلف مثلا 15 نفر 20 نفر دوره هم و خیلی تخصصی تر کار کردیم و روز دوم دوباره کنفرانس ادامه پیدا کرد تو سالن بزرگ. حدود 300 نفر توی این کنفرانس به اصطلاح شرکت کردن، کسانی که حضور داشتن که اونا هم اکثرا یا افرادی بودن که به پناهجویان در آلمان کمک میکنن یا خودشون مثلا متخصص یا به اصطلاح روانپزشک و روانشناس بودن. موضوع سخنرانی من در مورد زخم، یعنی تم سخنرانی من بود زخم‌هایی که اسلام سیاسی بر جا میذاره، تیتر این بود که من در مورد چگونگی شکل گرفتن جنبش اسلامی، اسلام سیاسی و قوانین شریعه و تعرضی که اینا میکنن به روح و روان جامعه در همون کشورهای مثلا ایران، عراق، افغانستان، یعنی مردمی که هنوز پناهنده نشدن قبل از پناهندگی چه شرایطی دارن، چه مشکلاتی دارن در مورد مثلا ضدیت اینا با زنان، در مورد مسئله اعدام، در مورد سنگسار، در مورد دست و پا بریدن و جنایات دیگه‌ای که اتفاق میفته روزمره، در مورد استرسی که این زندگی ایجاد میکنه، فقر، نابرابری، بیکاری و اینا صحبت کردم. و بعد اینکه وقتی این پناهجویان از کشور مبدا شروع میکنن به حرکت و میان، تو مسیر چه مشکلاتی رو پشت سر میذارن و وقتی وارد کشور مثلا آلمان یا اینجا میشن دوباره در اینجا چه استرس هایی دارن، از جمله اینکه باید کیس درست کنن، مثلا کیسشون توضیح بدن و باید دفاع کنن از کیس خودشون و ممکنه پس فرستاده بشن، همه اینا. در حال خیلی خلاصه بگم که این کنفرانس خیلی خیلی جالب بود برای خودم به خاطر اینکه
یکی از موضوعاتی که راجبش بحث کردم مثلا یک خانمی بود که خانم قادری فامیلشون بود که بچه بوده ایشون با خانوادهش از کردستان عراق فرار کردن رفتن ایران، چنور قادری که الان خودش متخصص بر روانپزشک هست و در مورد به اصطلاح مسئله هایمات به آلمانی یا وطن، وطن پرستی و برگشتی که پناهنده ها میکنن، برمیگردن هی نگاه میکنن به گذشته خودشون، سخنرانی خیلی جالبی را ارائه داد که یکی از تیمای مهم بحث بود. و یکی دیگه از بحثا که برام خیلی جالب بود در مورد این بود که جامعه آلمان چجوری به مسئله پناهندگی تو دوره‌ای که نازی‌ها بر سر کار بودن برخورد کرده و چطوری بعد از رفتن نازیست و سرنگونی به اصطلاح حکومت فاشیستی در آلمان چطوری اینا ادامه پیدا کرده تفکر راسیستی. و مثلا یک خانمی سخنرانی کرد، خیلی برام جالب بود اینو بگم اینجا، گفت که تو دادگستری آلمان بعد از دوره نازی‌ها 70% نازی‌های قدیمی بودن که در مستر کار بودن و این موضوع باعث شده که از نظر ایشون تصفیه حساب نشه با این مسئله و کماکان یک ترند یا جهتگیری دست راستی ضد خارجی تو آلمان وجود داره که راجع به این به طور مفصل و راجع به تاریخ خود آلمان به نظر من خیلی صادقانه و جالب بحث کردن توی این جلسه. سخنرانی من تمام یه مقدار قبلا خودم به خودشون گفتم که سخنرانی من یه مقدار عاطفی احساسی خواهد شد چون در عین حال در مورد زندگی خودم، زندگی دوستان و تعداد خیلی زیادی که این زخم‌های جنبش اسلامی روی تن بدن ما هست حرف می‌زنم و خیلی به هر حال استقبال شد بعد از اینکه سخنرانی تمام شد. واقعا چند دقیقه همه دست دادن و تشویق کردن من رو و بعد از اون هم توی اون دو روز تعداد زیادی استقبال کردن و هم ایمیل های زیادی گرفتم بعد از سخنرانیم. آخر بحثم هم اینو اضافه کنم، روزی که داشتم می اومدم دوستانی اومده بودن دنبال من و دیدم از پله های یک خانم محسن مثلا فکر می کنم حدود 75 سالش بود اومد از پله ها با عجله، گفته که فقط میخوام بغلت کنم اگه اجازه داشته باشم. گفتم بفرمایید. و بعد گفت سخنرانی تو خیلی جالب بود چون منو یاد خیلی از داستان‌هایی که تو خانواده خودم راجع به فرار و تو دوره نازی‌ها و اینا انداخت. در هر حال مجموعه خیلی استقبال شد از سخنرانی من. فیلم سخنرانی درست شد، بلافاصله سیده درست کردن اونجا و در معرض فروش گذاشتن و من امیدوارم بعدا فیلم سخنرانی من رو، البته من آلمانی حرف زدم، با ترجمه فارسی پخش کنیم. حتما این یه تجربه ما داریم. شما سخنرانی که در برزیل داشتید در تد و سخنرانیتون با آلمانی بود و بعداً با صدای خودتون ترجمه فارسی شما اضافه کردیم، در این حال که جمعیت و محیط و فضا همونجا هست ولی صحبت شما به فارسیه. امیدوارم بتونیم این یکی هم با سرعت البته بتونیم ترجمه کنیم و حتما بینندگان ما هم ببینن که مینا هدیکیه و گوشه هرچند که میشناسن در این بخش هم مینا هدی رو بهتر بشناسن و باهاش بیشتر آشنا بشن. اما بذارید بگیم یه خواننده بسیار معروف و مشهور و دوست داشتنی که براش حکم فتوا هم صادر شده در ایران، شاهین نجفی، مهمان برنامه شما خواهند بود برای دهمین سالگرد اکس مسلم، جشنی که شما میگیرید. در این مورد هم اطلاع بدید و آیا همه میتونن بیان هر که دلش میخواد یا محدوده یا چطوریه؟ در این زمینه هم توضیح بدید، بفرمایید. بله، برای خود من خب تجربه خیلی جالبی هست چون شاهین نجفی رو خب از دور همه ما خیلیامون میشناسیم و من خیلی ارزش میذارم به کاری که داره انجام میده و مطمئنم در ایران بسیار شناخته شده و محبوبم هستن. در هر حال ما در آلمان در شهر کل یه برنامه داریم به خاطر دهمین سالگرد تاسیس نهاد اکس مسلم که من مسئول این نهاد هستم. به هر حال ما داریم جشن میگیریم به خاطر اینکه تو این 10 سال گذشته این سازمان تونسته در دفاع از سکولاریسم، مدرنیته، حقوق برابر بین زن و مرد، علیه حجاب، حجاب کودکان و اینکه بچه مذهب نداره، نباید تدریس مذهب بشه و به ویژه بر علیه نفوذ سازمان‌های اسلامی در آلمان و اینکه دولت آلمان با اونا همراهی مماشات کرده، خیلی کار کردیم بر علیه نسبیت فرهنگی و خیلی سازمان شناخته شده و معتبری هستیم ما در آلمان و 10 سال رو داریم جشن میگیریم. بررسی خواهیم کرد از وقتی که تشکیل شدیم تا حالا
چه کارهایی کردیم، چه کنفرانس های مطبوعاتی، چه جلساتی، چه کمپین هایی رو پیش بردیم و قراره یه فیلم کوتاهی خانم فیلمساز معروف آلمانی درست کنه 10 دقیقه راجع به فعالیت ما که اول برنامه اون رو نشون میدیم. و بعد در این حال ما الان خب سازمان اکس مسلم یا سازمان DNS اولین بار در آلمان درست شد و بعد در انگلستان و کشورهای دیگه. الان فکر میکنم نزدیک 10 سازمان تو کشورهای مختلف به اسم اکس مسلم، مثلا سازمان اکس مسلم سریلانکا، سازمان اکس مسلم ترکیه، اکس مسلم فرانسه و غیره وجود داره که دعوت کردیم از مسئولینشون یا حضور داشته باشن یا اینکه پیام بدن به این کنفرانس. این بخش دیگه از برنامه ماست. در این حال خب ما تو آلمان شخصیت‌های منتقد اسلام و مذهب زیاد داریم، مثل حامد عبدالصمد، آقای میشائیل شمید سالمون، اینا همش کسانی هستن که تو این کنفرانس شرکت خواهند کرد تو پنل‌های مختلف. ما در این حال از تعدادی از کسایی که از اسلام دست کشیدن و همین الان تو هایم‌های پناهندگی در آلمان پناهجو هستن یا در جاهای کشورهای مختلف خواستیم پیام بدن، پیام‌های اومده، مثلا نقد به اسلام، خودشون چه مشکلاتی رو تو کشورهای مختلف دیدن از آتئیست‌های بنگلادش، پاکستان و غیره و غیره. یه بخش برنامه‌مون هم بررسی خواهیم کرد از اینکه چطوری دفاع کردیم از حق پناهندگی پناهجویانی که مذهب ندارن، که اسمش آزول فور اکس مسلمه، یعنی پناهندگی برای کسایی که از اسلام دست کشیدن، که از 2010 این کمپین رو شروع کردیم و آقای سیامک زاره اولین کسی بود که از این طریق جواب پناهندگی گرفت و حسین از پاکستان آخرین نفری هست که جواب گرفته. اینا رو همه رو دعوت کردیم که نشون بدیم چطوری زندگی‌ها رو نجات دادیم، چطوری کار کردیم. در این حال خب یکی از مهمترین مومنت های برنامه ما حضور شاهین نجفی تو این برنامه هست. ایشون برنامه اجرا خواهد کرد به همراه ارکستری که با خودش میاره و اتفاقا ما چند وقت پیش توی همین آلمان هم دیگه، یعنی توی شهر کن تو محل مراسم هم دیگه رو دیدیم و صحبت کردیم و امیدوارم که این برنامه با استقبال رو بروش. آخرین جواب سوالم که پرسیدیم که کسانی، یعنی چطوری آدم ها میتونن بیان شرکت کنن، اینطوری هست که دعوت میکنیم برای این کنفرانس، چون نفس اینکه اعلام کنیم حامد عبدالصمد، صمد کاظم الغزالی، میشائیل شمید سالمون و غیره توی این برنامه هستن و آقای شاهین نجفی هم هست، خب خیلی صدها نفر ممکنه بیان و این گنجایش رو نداریم. به خاطر همین مهمانان دعوت شده خواهند بود و امیدوارم که بعدا هم فیلم یا گزارشی از این برنامه رو از همین تلویزیون نشونیم. خب مینا عدیم، من به عنوان تهیه کننده برنامه شما، یعنی دعوت شدم یا دعوت هستید؟ بله شما با خب ممنون از این که البته میدونستیم. خب اینم بگم که این برنامه مستقیم از تلویزیون کانال جدید پخش خواهد شد، یعنی بینندگان ما همزمان که این برنامه داره پخش میشه در آلمان، در تلویزیون کانال جدید در مدیای اجتماعی مستقیم برنامه رو دنبال خواهند کرد. و پس بنابراین محدودیت از قبل باید ثبت نام کنند و خب حتما یه تعداد زیادی جا میمونند از شرکت در این برنامه، درسته؟ درسته. خب. ما همونطوری بله گفتیم اسم نویسی میکنیم و امیدواریم اگه این برنامه خوب پیش بره، خب یه برنامه دیگه توی مثلا سالن خیلی بزرگتری برگزار کنیم که با حضور همین آقای شاهین نجفی و دوستان باشه. امیدوارم که بتونیم یه جای بزرگتری رو بگیریم و آزادتر این برنامه برای خب جایگاه جایگاه خدا ناباوری الان در میون مردم آلمان که پناهجویان و ایرانیایی که تو این کلن مردم خاورمیانه که میان الان چطور، مردم چطور میبینن؟ آیا این روند داره تغییر پیدا میکنه که بگم بخش قابل توجهی از پناهجویانی که وارد کشور آلمان میشن در واقع آتیستن یا خدا ناباورن؟ تغییری شما صورت دادید تو این روند؟ طبعا خب یکی از مسائل یا مشکلاتی که خیلی خود پناهنده هم باهاش مواجه هستن اینه که به محض اینکه وارد کشور آلمان یا هر کشور دیگه فکر کنم اینطوری هست، ازشون میپرسن مذهبتون چی هست و خیلی ها که مثلا اصلا اعتقاد زیادی ندارن یا عمل نمی کنن به مذهب، به صورت ارثی اوتوماتیک مثلا میگن اسلام و خیلی ها که اصلا دست کشیدن از اسلام میگن مذهب نداریم. و بعضا توی مراحل اولیه پذیرش پناهندگی اینطوری بوده که اینا مطرح میکنن که نه، هر کسی یه مذهبی داره و مینویسن به عنوان اسلام، یعنی ثبت میشه که به نظر ما این غلطه و سعی کردیم این رو جلوشو بگیریم که ثبت نکنن به عنوان مسلمان. ولی به هر حال الان
من شخصا تجربه با کسایی که از ایران اومدن فرضاً این هست که اکثریت بالایی مذهب ندارن، از اسلام دست کشیدن و منتقد اسلام هستن. در این حال این روند داره اضافه میشه. مثلا از پاکستان ما تعداد زیادی رو داریم، همین الان هم شما هم گفتین خانمی از پاکستان الان اومده در آلمان که آتئیست بلوگر هست و فرار کرده از اونجا یک کشور دیگه زندگی میکرد، الان هم اومده آلمان. ما با آتئیست‌های زیادی از بنگلادش، از کشورهای مختلف الان طرف هستیم که از اسلام دست کشیدن و این روند به نظر من گسترده میشه، به خاطر اینکه جنبش اسلامی و اسلام سیاسی فقط بدبختی به بار میاره تو این کشورها و ما مواجه هستیم با یه روند دست کشیدن از اسلام خب. که به نظر من خب ثبت نمیشه و آمارگیری نمیشه، ولی به نظر من زیادن اونایی که دو تا موضوع سر مسائل دفاع شما از تو فردا، یعنی روز چهارشنبه در واقع توی دادگاه شرکت میکنید و بعد با یه پناهجوی آتئیست از پاکستان قرار ملاقات دارید. اگه ممکنه این بخش رو کوتاه‌تر توضیح بدید و بعد برسیم به این موضوعی که همون آکسیونی که به یاد دریا هست صحبت کنیم. خب اینو راست میگید، دیگه چیز زیادی لازم نیست راجع به این بگم که ما یکی از کارامون یا یکی از کارهای من این هست که تو دادگاه‌های مختلف در دفاع از حق پناهندگی پناهجویان بی خدا شرکت می‌کنم. اگه امکانشو قاضی اون پرونده بده پا میشم صحبت میکنم، دفاع میکنم از اون افراد. فردا قراره، یعنی روز چهارشنبه، در دادگاهی شرکت کنم در شهر بن در آلمان که یک مادر و دختر از کشور ایران اومدن. ایشون از کردستان ایران هستن، آتئیست و از مذهب دست کشیدن و طبعا من میرم از مثلا مادرشون دفاع میکنم، از خانمی که مثلا اومده از ایران دفاع میکنم و تو دادگاه شرکت خواهم کرد و در مورد این صحبت خواهم کرد که چه مشکلاتی دارن، به خصوص زنا اگه اعلام کنن که از مذهب اسلام دست کشیدن و توی مدیای اجتماعی یا تو فعالیت‌های مختلف شرکت کنن. در این حال یکی دیگه از مثلا کارهایی که دارم تو این هفته، یک بار خانمی رو که از پاکستان اومده ملاقات کردم، دوباره این روزها این ملاقات انجام میشه بیشتر به خاطر اینکه بیشتر در جریان قرار بگیریم که زنان وقتی که از مذهب اسلام در کشوری مثل پاکستان دست میکشن چه مشکلاتی دارن، چه در درون خانواده و چه در اجتماع و از نظر قانونی، و اینا رو به نظر من باید بیشتر راجع بهشون صحبت کنیم، افشاگری کنیم که سریعتر بتونن پروسه پناهندگی رو پیش ببرن و حق اقامت و حق زندگی نرمال در کشور آلمان رو داشته باشن. خب یه تراژدیه که در اروپا هم شاهدش بودیم، کشتار پناهجویان، کسایی که از جنگ و خونریزی و اسلام سیاسی و فقر و اینا فرار میکنن و میخوان در گوشه دیگر از دنیا که اروپا باشه یه زندگی راحت تری داشته باشن. بخش زیادی از اینها در دریا کشته میشن. آمار بسیار زیاد 8000 نفر کشته رو در طی 2-3 سال گذشته داشتیم و از جمله بچه کودکی که به نام در کودکی که از سوریه اومد به در دریا غرق شد و تصویرش جهان تکون داد. شما در یه اکسیونی در این رابطه شرکت کردید، از خود این اکسیون بگید و در اروپا و در خود آلمان چه کار میخواید بکنید؟ بفرمایید. بله، اکسیونی در شهر کلن در آلمان بود که دو روز قبل در مرکز شهر جوانای مبتکر این اکسیون بودن. من شخصا خیلی طرفدار این اکسیون ها هستم که خیلی دردسر و زحمت زیادی هم نکشیده بودم، ولی مثل دریا یه جایی رو به اصطلاح درست کرده بودم که تعدادی توش مثلا دراز کشیدن جوونا، که مثلا نشون میده که صحنه سازی که نشون میده غرق میشن پناهجوها در مسیر، و پلاکارد بزرگی زده شده بود اونجا که اسمش بود بنای یاد بود دریا، و اونجا نوشته شده بود که در 2 سال گذشته مثلا اینقدر پناهجو خواستن وارد کشورهای اروپایی و کشورهای امن بشن، 8000 نفر در دریا غرق شدن و موزیک ملایم و به اصطلاح بسیار دردناکی اونجا نواخته میشد، ولی اکسیون در سکوت برگزار شد و حرف ما، یعنی حرف کسانی که داریم این حرکت ها را پیش میبریم، این هست که یعنی این یه جنبشی هست در اروپا راه افتاده، در آلمان هم ما داریم فعالیت میکنیم، اونم اینه که مثلا هستن کسانی که از ایران، از افغانستان، کشورهای مختلف که مثلا یه دفعه به خاطر فعالیت‌های به خطر میافته طرف و ممکنه دستگیر بشه، ممکنه اعدام بشه و میخواد فرار کنه، ولی فرار خودش یه پدیده مشکل سازیه که ممکنه وسط راه بمیره، همونطور که داریم میبینیم. و ما میگیم مثلا باید اون آدم امکان داشته باشه، فرضاً ما الان کیسای زیادی داریم، از ایران فرار کرده رفته کردستان عراق و مثلا در سلیمانیه طرف نشسته،
من نوعی میگم که اون باید بتونه از سلیمانی کیسش رو بفرسته، بگه من اینم و این کارا رو کردم و جونم در خطره، و دولت آلمان براش ویزا بفرسته و بلیت تهیه بکنه یا خودمون تهیه کنیم که اون پرواز کنه مستقیم با خانوادش بیاد آلمان و پناهندگیش پذیرفته بشه، به جای اینکه این همه راههای پیش در پیش که تمام زندگیشون رو میپوشن به قاچاقچی میدن، با بچه میان توی آب غرق میشن، این اتفاقا نیفته. بنابراین این حرکت که در شهر کلن در آلمان بود، بنای یاد بوده دریا، اساسا یک آکسیون و یک خواست سیاسی داره و اونم اینه که تا جایی که امکان پذیره کمک کنیم که به دولت آلمان هم فشار بیاره که پناهجو از کشور مبدأ بتونه تقاضای پناهندگی کنه، مشکلاتش رو بگه، یه جای خودش رو مخفی کنه، ولی بتونه از یه کشوری مثلا از ترکیه پرواز کنه بیاد، کما اینکه ما این موارد رو فرضاً داشتیم که مثلا موردی مثل مادر ریحانه جباری فرضاً یا خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن وارد کشور دیگه میشن، باید بتونن امکان این رو داشته باشن که بدون اینکه راههای پرپیچ و خم راه در پیش بگیرن بیان و پناهنده بشن. این اکسیوم بود و من خودم خیلی طرفدار این نوع مثلا اکسیون ها هستم. ما داریم این جملش رو گسترش میدیم توی اروپا که پناهجویانی که واقعا جونشون 100% در خطر هست بتونن از این راه امن وارد کشورهای اروپایی بشن. مینا علی بهتون خسته نباشید میگم، امیدوارم موفقیت های بیشتری رو همینجا به اطلاع بینندگانمون برسونیم. روز و شب خوبی داشته باشید. خیلی ممنون. بینندگان عزیز، گفتگومون رو داشتیم، برنامه‌مون رو دیدیم با مینا احدی، کوهی از کار که ما واقعا نمی‌رسیم همه رو منعکس بکنیم. برای اینکه با مینا احدی بیشتر آشنا بشید از طریق ایمیل، از طریق تلگرام و راه‌های ارتباطی دیگه تماس بگیرید که ما بتونیم، اگه سوالی دارید، بحثی دارید، اگه می‌خواید مینا احدی رو بیشتر بشناسید، بتونیم کتاب‌هاش و بیوگرافیش و اینا رو هم در اختیار شما بذارم. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم.